از دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه و کارشناس مسائل پاکستان از کراچی، برای تحلیل بیشتر این موضوع دعوت کردیم که همراه ما هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم. ممنونم. آقای دکتر، در رابطه با وضعیت حقوق بشر در پاکستان و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان و نیز گزارشی که پیش از گفتگو شنیدید، لطفاً نقطه نظر خودتون رو بفرمایید. عرض کنم خدمتتون، ببینید حالا گزارشی که شما ارائه کردید و حالا من گزارش کمیسیون حقوق بشر رو هم مطالعه کردم توی سایتشون، که البته دولت پاکستان خب رد کرده این گزارش رو، با حالا به خاطر مسائلی که هست خب خیلی چیزاش رو قبول نداره دولت پاکستان. باید یه نکته رو عرض بکنم، ببینید وضعیت حقوق بشر به هر حال خب پاکستان یک کشور نسبتاً پهناور و پرجمعیتی هست که علاوه بر مسائل داخلی مشکلات سیاسی خارجی بسیار زیادی داره، از طرف بعضی همسایه ها و احیاناً حالا مثلا از قدرت های کشورهای قدرتمند دیگه تحت فشار هست پاکستان. حالا در کنار این، ما باید این مسئله رو در نظر بگیریم که پاکستان مدت هاست که در وضعیت یک حالت گذاری هست که به این دموکراسی در پاکستان ثبات پیدا بکنه و ثبات. صدای منو دارید؟ بله بله آقای دکتر، بفرمایید. واضحه؟ بله بله، بفرمایید، ادامه بدید. الو آقای دکتر، صدای من رو دارین؟ صدای من واضحه؟ بله بله، بفرمایید. و پاکستان مدت مدیدی است که در این وضعیت گذار هست که از یک حالتی که حالا با هر عبارتی ازش یاد به اسم بریم به دموکراسی بیاد و دموکراسی مستقر بشه در پاکستان و یک ثبات سیاسی پیدا بکنه. حالا مخصوصا در این یکی دو سال گذشته، خب بعد از کرونا که اومد مخصوصا، خب اون تاثیر زیادی داشت روی اقتصاد پاکستان. خب میدونید که اقتصاد یک عنصر اساسی هست در وضعیت یک کشور و خب پاکستان دچار مشکلات زیادی شد و بر اون این مزید بر علت شد که عدم ثبات سیاسی و اختلافات سیاسی احزاب باعث شد پاکستان یک وضعیت بدی پیدا بکنه. خب این وضعیت حقوق بشر که حالا این گزارش هم بهش اشاره کرده، به طور کلی خب بله یک سری مسائلی که اینجا مطرح شده در پاکستان هست، ولی خب ما این الان اینجا فرصت نیست که مفصل به این موضوع بپردازیم، ولی خب ما دقیق اگر به این موضوع نگاه کنیم، خب تو این گزارش خیلی از چیزایی که مطرح شده صرفا اتهاماتی هست که حالا احزاب سیاسی بعضی اوقات اصحاب رسانه خب وارد میکنن که اینا خیلی هاش اثبات نشده، خیلی هاش قابل اثبات هم نیست که مثلا دولت یا حالا دستان پشت پردهی درش دخالت داشته باشن، ولی خب نمیشه منکر این شد که خب یک سری اتفاقاتی، یک سری مسائلی در پاکستان هست، مخصوصا مثلا تو این گزارش که حالا اینو متوجه حکومت هم کرد که حکومت خب مثلا همین بحث اقلیت‌های مذهبی و مخصوصا فرقه احمدیه که خب حکومت بی تأثیر در این گزارش مطرح شده به خاطر وضعیت فرهنگی و اون اختلافاتی که حالا چون پاکستان خب جمعیت زیادی داره و این جمعیت اختلافات فرهنگی و سیاسی بسیار زیادی هم با هم دارن که این باعث میشه خیلی اتفاقات بیفته و خب خیلی از این چیزها اصلا به دولت و حالا اون کسانی که نظام رو دارن میچرخونن متوجه نیست و خب دولت هم مثلا همین اخیرا خیلی از سیاسیونی که گم شده بودن و معلوم نبود کجا هستن، خب بعضی هاشون متوجه مشخص شد بعد از این مدت که بله دولت که نه، حالا اون مسئولین امنیتی اینا رو بازداشت کرده بودن و بعضی هاشون خودشون مخفی شده بودن و خب یه جاهایی بودن که هیچ کس اطلاع نداشت، خب این همش متوجه دولت بود و اینو اتهام می‌زدن که بعد مشخص شد که وضعیت به طور دیگری هست. و به طور کلی خب این گزارش و گزارش‌های اینطوری رو نمیشه به طور کامل گفت که درست است. خب برحال این گزارش ها بر اساس یک سری
چیزایی هستش که خب خیلی قابل اثبات نیست و باید اینم در نظر گرفت که از لحاظ سیاسی پاکستان در مجامع بین المللی تحت فشار هست و خب از گزارش های این چنینی که تشکیل میشه و استفاده میشه برای تحت فشار گذاشتن حکومت. بله متاسفانه تماس آقای دکتر قطع شد. با تشکر از دکتر سید محمد نقوی، تاریخ‌پژوه و کارشناس مسائل پاکستان که از کراچی با ما همراه بودند.